مرگ و میره که در شهر غربت باشد، مرگ و میره که در شهر دردست باشد، مرگ و میره که از زن و فرزند و خانه و کاشانه و زرق و برقی و تندور باشد، حکم شهادت را دارد. من اگر والله و بالله و تالله قسم ناحق شما را رهنمایی بکنم، والله دروغ است که من روز قیامت باری سنگینی شما را میتوانم بدوشه، بالله که دروغ است، نمیتونم. فریب نخرید، والله والله بالله تالله فریب مرا نخرید. اگر ناحق شما را میبرم، والله فریب نخرید، حرف مرا گوش نکنید. اگر خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف صحابه رسول صلی الله علیه و سلم شما را میگویم، والله حرفی مرا به دیوار بزنید، 32 دندان ما را در حلقومم قرار بدهید، زبان ما را ببرید، گردنی مرا عزیزان دل بزنید. من شما را ناحق ناحق نمیگم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوران بقا شباد صحرا بگذشت، دوران بقا شباد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداشت ستمگر که بر من جفا کرد، بر گردن او بماند و بر ما بگذشت. عزیزان دل، مردم بالاخره در راه‌های بالاخره وادی یزغلال سراسیر هستند تا در تشییع جنازه، در صفوف جنازه بالاخره حضور بیابند. چند دقایق خدمت شما را میگیرم. حدیث از محبوب دلها، معشوق دلها، محب کبریا، احمد مختار، محمد عربی صلی الله علیه و سلم تلاوت و قرائت شد. حاوی یک نکته بسیار مهم در آیین انسانیت و بشریت است. انما الاعمال بالخواتیم. از ابتدای اعمال نترسید، از خاتمه اعمال بترسید. عمر رضی الله تعالی عنه از ابتدای اعمال خیش ترس نداشت، حراست نداشت، حتی جرأتش، شهامتش به درجه رسید که آستین جهالت، کمر جهالت را محکم بست. برای قلم کردن گردن مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وادی قدم گذاشت. اما الله رب العزت خاتمه اعمالش را با کلمه توحید، با کلمه اسلام، با کلمه شهادت، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به پایان رساند. از انتهای اعمال، از خاتمه اعمال باید ترسید. عزیزان دل، خاتمه اعمال عزیزان دل خطرناک است. این حدیث را بالاخره با یکی از
دعوتگر مصلح جهان اسلام حضرت مولانا سیدنا ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه رحمت خاتمه میدهم. این دعوتگر و این مصلح جهان اسلام وقتی که عزیزان دل با سکرات مرگ گرفتار شد در بزرگترین ماهای سال قرار داشت، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس والبينات، ماه ماه شریف رمضان بود، با دهان روزه در ماه شریف رمضان جسم و روحش بسیط شده بود با طاعات و عبادات و بندگی و بردگی خدای رؤوف و مهربان. و از لحاظ عزیزان دل روزه مگر بگیریم بهترین روزهای هفته بود. سید الایام عند الله یوم الجمعه اعظم من یوم النهر والفطر، در بهترین روزهای هفته روز سید الایام سردار و سرور تمام روزهای هفته، روزم روز جمعه مبارک بود عزیزان دل، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روز جمعه را سردار، سرور و سالار تمام روزها معرفی کرده است. و در دنباله حدیث می فرماید اعظم من یوم النهر والفطر، روز جمعه روز است که درجاتش، کمالاتش، مقاماتش حتی از روز سید فطر و از روز عید قربان بلندتر و بالاتر هست. چرا؟ در همین روز مبارک عزیزان دل خدای رؤوف و مهربان ابو بشر، اولین انسانیت و بشریت، حضرت آدم علیه السلام را از مشت خاک خلق کرد. و در همین روز حضرت آدم علیه السلام را عازم قصر و قصور و آپارتمان های بهشت کرد. و در همین روز حوا علیها السلام را خلق کرد. و در همین روز خدای رؤوف و مهربان آدم و حوا را از بهشت به دنیا آورد. در همین روز خدای رؤوف و مهربان دنیای کنونی که من و شما در قید حیات هستیم، دنیای فانی را خدای رؤوف و مهربان خلق کرد. در همین روز خجسته جهان آخرت، جهان بهشت، جهان دوزخ را عزیزان دل خلق کرد. و در همین روز است که بالاترین و والاترین نعمت جهان آخرت، که نه نعمت حورالعین است، نه نعمت قصر و قصور و آپارتمان بهشت است، نه نعمت عزیزان دل چشمه ها و دریاها و نسیم های بهشت است، دیدار خدا، لقای الله، ملاقات با خدای رؤوف و مهربانم عزیزان دل، در همین روز خجسته روز قیامت هست که من و شما جمال جهان آرای خدای رؤوف و مهربان را با جمع کثیر دیدار میکنیم. لذا نماز جمعه را غنیمت بدانید. اگر دیداری خدا میخواهید منکر نباشید، خدا از دیداری شما رو میگرداند. میخواهید دیداری خدا را، جمعه را غنیمت بدانید، چیزی دیگر نمانده است. فقط مراسم پارلمانی جمعه بالاخره باقی مانده است، دیگر حق و حقیقت گویی جای دیگر نیست. دیداری خدا، لقای الله، روز قیامت در همین روز است. همین جمع مبارک روز جمعه دیدار خدا را مشاهده می کنند. روز جمعه در محضر دیدار جمال جهان آرای خدای رؤوف و مهربان رویا روی و روبرو می شود. از این لحاظ مراسم پارلمانی جمعه بر شما مبارک باد. و همین خاطر سرور کائنات، سردار هر دو عالم، سردار دارین و کونین، ساقی کوثر، صافی محشر، حضرت ختم مرتبت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید
سيد الايام عند الله يوم الجمعه. عرق الدنيا را پشت سر بگذار، فاسعم کجا الى ذکر الله، بسوی نماز جمعه گام مسیر بردار. من نگفتم، خدا گفته است. نگویید که مولوی ناحق میگوید. فاسعو الى ذکر الله و در البیع. حتی اگر بیع خرید و فروش داد و ستدم داشته باشید قطع بکنید. ما عزیزان دل در قرآن عظیم و شان 114 سوره داریم. چند؟ 114 سوره قرآن دارد. از بین 114 سوره یک سوره نامش مسمى به جمعه هست. یک سوره نامش جمعه هست. ما در قرآن نداریم سوره ای که نامش شنبه باشد، نامش یک شنبه باشد، نامش دوشنبه باشد، نامش سه شنبه، نامش چهار شنبه، نامش پنجشنبه نداریم. ما سوره در قرآن داریم که نامش جمعه هست. خطاب به اهل ایمانم کردم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعة. وقت صدای تنین انداز آذان محمدی از لسان زبان مؤذین نبی صلی الله علیه و سلم شنیدید، همه زرق و برق و خانه و کاشانه، جزئیات و کلیات دنیا را طلاق بدهید، به سوی مراسم پارلمان جمعه بشتابید. با عاقل اشاره به حیوان دره و شلاق. من اگر والله بالله تعالی قسم ناحق شما را رهنمایی بکنم، والله دروغ است که من روز قیامت بار سنگینی شما را میتوانم به دوش کشم. بالله که دروغ است، نمیتونم، نمیتونم. قرآن میگوید، من نمیگویم، سخن خدا قرآن. کسی نگوید که مولوی دروغ میگوید. ولا تزیرو وازیرتو وزر اخرى. روز قیامت هیچ مولوی، هیچ نخبه دین، هیچ دانشمند و اندیشمند، حتی هیچ پیامبر بار سنگینی شما را اینجا گرفتن نمیتواند. همین مولوی اگر ناحق من شما را راهنمایی کنم، روز قیامت وقتی که پای شما گیر میکند من فرار میکنم. میگویم که من در تقصیر شما، در گناه شما شریک نیستم. نگاه بکنید قرآن چی میگوید، نگاه بکنید حدیث چی میگوید، نگاه میکنید محمد رسول الله چه کار کرده است، ابو بکر و عمر و عثمان، علی رضی الله تعالی عنه چه کار کرده است. انما الاعمال بالخواتیم. خاتمه اعمال خود را برباد نکن عزیزان. همون نماز پنج وقت ابو جعل میخوان، والله میخوان، بالله ابو جعل نماز میخوان. اگر دروغ بگویم زبانم را قطع بکنید، گردنم را بزنید. ابو جعل نماز میخوان، ابو جعل روزه میگرفت، ابو جعل زکات میداد، ابو جعل حج میکرد، ابو جعل طواف میکرد. اما عزیزان دل مشکلش چی بود؟ وحدانیت خدا را قبول نداشت، یکا و یگانه بودن خدا را قبول نداشت. قرآن میگوید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال بفرما. چه بپرسم یا الله؟ چه بپرسم؟ بپرس من خلق السماوات والارض. خالق هفت طبقه زمین آسمان کیست؟ وای مردم، خالق هفت طبقه زمین آسمان و ما بینهما کیست؟ الله. جواب مردگان، این از شما خوبتر جواب داد. خالق هفت طبقه زمین آسمان کیست؟ الله. لا یقولون الله. ابو جهل میگه ضرور ضرور. لامم حرفی تاکید، نونی تاکید ثقیله در آخر بالاخره صیغه. سه تاکید پشت سر هم،
می گفت که خالق هفت طبقه زمین و آسمان فقط و فقط الله است. این 360 مجسمه که به نام لات و عزات و هیکل‌های ابراهیم و اسماعیل، اینها برای چی در خانه کعبه؟ می گفتن اینا وسیله هستند. روز قیامت وقت خدا می خواهد ما را به جهنم ببرد، اینها ما را بالاخره ما را دستگیری میکنه. میگه خدایا نبر به جهنم. چرا؟ ما منی ابو جهل، منی عتبه و شیبه و امیه و مسلمه کذاب حاضر هستیم که اینا مسلمان هستند. فریب نخرید. والله والله بالله الله فریب مرا نخرید. اگر ناحق شما را میبرم والله فریب نخرید. حرف مرا گوش نکنید. اگر خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف صحابه رسول صلی الله علیه و سلم شما را میگویم والله حرف مرا به دیوار بزنید. 32 دندان ما را در حلقومم قرار بدهید. زبان ما را ببرید. گردن ما را عزیزان دل بزنید. من شما را ناحق ناحق نمیگم. روز قیامت اون ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه و مسلمه های کذابی که این همه مردم مکه را بالاخره گمراه کردند، به ضلالت و خسارت و زیان بالاخره بردند، روز قیامت ابو جهل از اونها فرار میکند. نگد من نمیتوانم باری سنگ شما را خداوند عقل داره بود، عقلتو نباید به جا می آوردید. از این لحاظ عزیزان دل وقت شما را دیگر زیاد نمیگیرم. ما هم بهترین ماها بود، ماه شریف رمضان. روزم بهترین روزها بود، روز جمعه. در مسجد بالاخره جامعه اهل سنت و جماعت دهلی این زمین، حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه رحمت، شبهای اعتکاف ماه شریف رمضانم بود. دهه آخر ماه شریف رمضان، اعتکاف دهه آخر. عزیزان دل روز جمعه وعظ و وعیزی خودش کرد، تبلیغ و دعوت خودش کرد. بعد از تبلیغ و دعوت مشغول بالاخره مراسم پارلمانی، احیای مراسم پارلمانی جمعه شد. نماز جمعه خودش پیش امامتی کرد، خطبه هم خودش خواند. وقتی که نماز جمعه تمام شد دعا و نیایش کرد عزیزان دل. بعد از فارغ شدن از جزئیات و کلیات مراسم جمعه، در یک کنج مسجد قرار گرفت و قرآن عظیم الشان را باز کرد، سوره یاسین را تلاوت آغاز کرد. وقتی که به این آیه کریمه رسید فبشره، گرفت و قرآن عظیم الشان را باز کرد، سوره یاسین را تلاوت آغاز کرد. وقتی که به این آیه کریمه رسید فبشره بمغفرتی و اجر کریم، خوشخبری باد برای اون کسانی که دفتر اعمال آخرشان را ویران نمی کنند، احکام خدا را در زندگیشان پیاده می کنند و مورد مغفرت و اجر و مزد و پاداش کریم الهی قرار می گیرند. در این آیه قرار گرفت و جان به جان آفرین عزیزان دل تسلیم کرد. این را می گویند انما الاعمال بالخواتیم. سعی بکنه، تلاش بکنه خاتمه اعمال من و شما خراب نشود. کوشش کنید انتهای اعمال من و شما با کلمه توحید، با قرآن، با مسجد، با وعظ و وعیزی علما بالاخره به پایان برسد، تا افسوس و پشیمانی دیگر عزیزان دل نخوریم. وقت سکرات من، وقتی که کامهای شیرین من و شما تلخ و ناگوار شد، اون زمان دست را بالای دست می زدن، اما راه فرار دیگر نیست. حفیرو الالله، رفتید که رفتید به سوی خدا. اعمال شما عزیزان دل دیده می شود و مشاهده می شود. موتون غربتین شهادتون. این انسانی که تربتش و نش و جسدش جلوی روی بنده قرار دارد، تا جایی که عزیزان دل من بالاخره مورد نظر دارم و من این را میشناسم، از روزی که من از حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
فارغ تحصیل شدم و عازم این خاک شدم. دو خاطرات با این دارم، دو خاطرات دارم با این. یک خاطرات من این است که یک روز ما را به مهمانی از صمیم قلب دعوت کرد. من چای و نان و نمکش را استفاده کردم، از اعماق قلب ما را دعوت به میان آورد با عشق و علاقه و ولوله. من نمکش را چشیدم. این دعوتش از حب ایمان بود، از حب اسلام بود، از حب شریعت قرای محمدی بود. همچون عالم دین، همچون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، العلماء ورثه الانبیا، همچون میراث بر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، ما را به خانه خش به مهمانی دعوت کرد و با یک الفت و صفا و صمیمیت و روشنایی بالاخره ما را بالاخره مهمان نوازی کرد. این یک خاطراتش. خاطرات دومش این است عزیزان دل، اولین مخابراتی که وارد وادی از غلام شد، مسئولیتش به دوش همین بنده خدا بود. عالم هر کاری که میبینه چی بد چی نیک، باز خاطراتش نمیرود، او فراموش نمیکند، اگرچه از این کار 10 سال بیشتر شاید میگذرد، اما این خاطرات از صفحای کامپیوتر من عزیزان دل پاک نمیشوند. وقتی که عازم مخابرات شدم، مخابرات را در اختیار بنده قرار داد. زیاد از 2 ساعت من عزیزان دل با سروران و عزیزان و با دوستانی که در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داشتیم تفسیره و کلام داشتم، تشویق داشتم، ترغیب داشتم برای ادامه درس و دروس. دست خالی بر نگردید، سعی بکنید حافظ القرآن بشید، قاری القرآن بشید، علمای حقانی و ربانی بشید، با دست پر بالاخره عازم این منطقه بشید تا خدمت شما بالاخره برای ملت، خدمت شما برای بالاخره امت مسلمه برسد. زیاد از 2 ساعت طول کشید. وقتی که عزیزان دل ضرب و چرک صورت گرفت، 1500 سامان بالاخره تلفن من کار کردگی زیاد از 2.5 ساعت تقریبا بود. گفتم من نو آمدگی هستم، تحریم اقتصاد هستم، لنگک زیر و بالا، نغم شاه و نغم درویش، فقط همین لنگی بالاخره صفه دارم، دیگر چیزی ندارم، مهلت میخواهم. این بنده خدا با یک سینه باز گفت مولوی صاحب اشکال ندارد، مشکلی نیست، من از شما طلبم نکردم. من خلاصه کلامی که 1 هفته هم نگذشت، الله رب العزت دست من را گرفت و من بالاخره اون بار سنگین را از دوشش سبک دوش کردم. وقتی که آوردم و مبلغ را برایش دادم، گفت مولوی صاحب همت مردان مدد الله، من از تو دل پر داشتم، میفهمیدم که شما عدالت و انصاف و با عدل و عدالت و انصاف مردم را فرا میخوانی، من به انصاف تو تصدیق داشتم، باور داشتم، از این لحاظ نه سیاه گفتم نه سفید گفتم، اگر نمی آوردی من خودم تکمیل میکردم. گفتم پس عدالت کجا رفت، انصاف کجا رفت؟ این خاطرات صفحات کمپیوتری من پاک نمیشود. همین بالاخره جان تاری، همین جان فدایی، همین همت مردانه همین انسان بود که چقدر طلاب در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان، حافظ القرآن، قاری القرآن، علمای دین، علمای حقانی و ربانی شدند و عازم جامعه شدند. در عزیزان دل خدمات اینها اینم سهمیه دارد. بغیر از این هر روزهای هفته جمعه و هر روزهای عید، عید رمضان، عید قربان، هنوزم ضبط ها عزیزان دل هستن، نوارهای هستن، ایشان همیشه در صف بود و تنبه های غفلت را از گوشهایش باش داشت و از قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره‌مند بود. از این لحاظ حدیثی خواندم، موتون غربتین شهادتون، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرگ و میره که در شهر غربت باشد،
مرگ و میری که در شهر دوردست باشد، مرگ و میری که از زن و فرزند و خانه و کاشانه و زرق و برقی و تندور باشد، حکم شهادت را دارد. من نگفتم، کی گفته است؟ سرور کائنات، سردار هر دو عالم، سردار دارین و کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، حضرت ختم مرتبت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امیدوار هستیم که این حدیث برای صادق بیاید. امیدوار هستیم که این حدیث مصداق این بنده خدا عزیزان دل قرار بگیره. تا جایی که من دیدگی هستم انسان صالح بود، اما روزگار روزمره زندگیشان را مجبور کرد که عازم روسیه بشه. زواد نبود که، فابریک نبود، کارخانه نبود که روزمره زن و فرزندش را پیش ببرد. از این لحاظ تحریم اقتصاد بر سرش فشار آورد، به خاطر که زن و فرزندش بالاخره رنگ زرد نشوند. عزیزان دل، این هم عزیزان دل عبادت است. روزی زن را، روزی فرزندانش را بردن، اینم به بارگاه الهی عزیزان دل عبادت است. الله رب العزت روح این بنده بزرگوار را در بهترین جوار عرش الهی قرار بدهد، قبرش را آباد بفرماید، خانه قیامتش را آباد بفرماید، سؤال منکر و نکیر را برای سال آسان بفرماید و برای بازماندگانش، فرزندانش و خانوادش صبر جزیل و جمیل عنایت فرماید. عزیزان دل، امروز مهمان ستهای خدای رؤوف و مهربان منکر و نکیر قرار میگیرد. الله رب العزت کلمات به زبانش بیارد، مورد رضایت خدا و رسول خدا و مورد رضایت منکر و نکیر قرار بگیرد. قبرش را پرنور بفرماید، تاریکی قبرش را به نور و روشنایی تبدیل بفرماید. و عزیزان دل، دریچه از دروازه های بهشت را از قبرش برایش باز بفرماید. بیشتر مزایم دوستان و عزیزان نمیشوم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. صاحبان میتم عزیزان دل اینجا حضور دارند، اما این را هم گفتنی هستم که اگر کسی عزیزان دل قرضی داشته باشد، طلب بالاخره از این میت داشته باشد، بزرگان اینجا حضور دارند، صاحبان اینجا حضور دارند، در حضور شاهدان بالاخره بیرون بشد و این ایشان بالاخره حاضر است که قرض و قواله شما را عزیزان دل بپردازد. از عذاب و مشقت و شکنجه جهان آخرت در امن و امان و عزیزان دل تسکین و سکون و آرامش دنیا و آخرت نصیب شد. یگان کس بالاخره طلبگار هست، صف بسته باشد عزیزان دل نماز جنازه.